خبرای خوبی براتون دارم قوانین آلمان روز به روز داره آسان‌تر میشه برای کسایی که میخوان بیان آلمان یه سری قوانین جدید توی پارلمان آلمان تصویب شده که تیکه تیکه داره اجرا میشه و طی چند ماه آینده هم قوانین جدید قرار اجرا بشه یه تیکه از این قوانین بخشی از این قوانین توی نو... نوامبر 2023 یعنی یه ماه و نیم پیش اجرا شد به مرحله اجرایی رسید که یه ریلز توی اینستاگرام و یه ویدیو شورت توی یوتیوب آپلود کردم و خیلی خلاصه توضیحش دادم که امروز حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم و یه سری قوانین جدید دیگه توی مارس 2024 قرار اجرا بشه یعنی حدود سه ماه دیگه که خیلی مهمه اگه شما تصمیم دارین بیاین آلمان یه مهارتی دارین مخصوصا یا سابقه کار دارین توی رشتتون یا اون مهارتی که دارین حالا اگه مدرک دانشگاهی هم ندارین مهم نیستش تو خیلی از چیزا حتما تا آخر ویدیو بمونین قوانین رو یاد بگیرین و بدونین خیلی مهمه شاید مستقیما به درد خودتون بخوره یا به درد کسی که میشناسین خب خیلی خلاصه وار قوانینی که توی نوامبر 2023 اجرا شد و یه بار دیگه بهتون میگم و همه اینا مرزی که ازش استفاده میکنم سایت deutschland.de هست هستش سایت خود آلمانه و اگه خواستین چک کنین عکسش هم میتونم براتون میذارم حالا لینکش هم سا... لینک سایت رو براتون توی کپشن میذارم خودتون میتونید به چک کنین مطمئن بشین اما قانون اول Lower Salary Threshold هستش یعنی چی یعنی اون کف حقوقی که در نظر گرفته بودن تا برای شما توی آلمان اقامت صادر کنن اون رو پایین برای گرفتن بلو کار یعنی شما اگه چه آلمان بودین چه از ایران برای کار توی آلمان اپلای کرده باشین چه از کشورهای دیگه یه حداقل حقوقی داشتن که باید اون حداقل حقوق کارفرما کار به شما میداد تا شما بتونین برای اقامت و بلو یا اقامت کاری ویزا بشین و بیاین آلمان یا تو آلمان بمونین که این مقدار اومده پایین تر یعنی به نفع شما شما ممکنه یه کاری پیدا کنین کارفرما زیاد بهتون پول نمیده ولی باز میتونین باهاش ویزا بگیرین بلوکارت بگیرین و توی آلمان بمونین این مبلغ برای کارهایی که کمبود دارن نیروی کار نیروی کار دارن توی آلمان مثل پرستاری مثل یه سری رشته‌های دیگه این مقدار 39682 یورو هستش یعنی کارفرما این مقدار پول رو به صورت و ناخالص به شما بده شما میتونید ویزای کاری بلو کارت بگیرید توی آلمان بمونید اقامت بلند مدت هم بعدش بگیرید اما برای های معمولی کارهای معمولی تر این مقدار 33800 یورو هستش که مثلا مثلا به عنوان مثال میگم برای معماری اگه توی معماری توی رشته معماری بخواین کار پیدا کنین از ایران یا حالا ویزای تو سوزه کار بگیریم بیاین آلمان دنبال کار بگردین اینجا حداقل باید کارفرما قرارداد کاری که میبندین 33800 یورو باشه که بتونید کارت بگیرین یا همون اقامت کاری البته فرق میکنه بلو کارت با اقامت کاری میتونید شما کمتر از این هم در بیارین توی آلمان بمونین ولی بلو کارت بهتون نمیدن بلو کارت بگیرین میتونین باهاش تا 21 ماه اقامت دائم آلمانو بگیرین و خیلی مزایای دیگه داره که حالا یه ویدیو دیگه توضیح میتونم بدم تو. اما برای کسایی که رشتهشون آی یا کامپیوتر هستش حتی از آسون‌تر هم هستش دیگه اونا نیاز به مدرک دانشگاهی ندارن فقط اگه سه سال توی همون رشته که خوندن حالا آیتی، هوش مصنوعی، نمیدونم کامپیوتر و رشته نرم افزار و سخت مهم نیست. سه سال سابقه کار داشته باشین بدون اینکه مدرک دانشگاهی هستن داشته باشین میتونید بیاید بلو کارت بگیرید ولی آلمان و اینزو بمونین اقامت دائم بگیرین و زندگی کنین. و اما اون گروه هایی که گفتم حتی حقوق کمتری اگه داشته باشن میتونن توی آلمان بلو کارت بگیرن این گروه هستن. مدیرهای تولید و ساختمان، مدیرهای آیتی و ارتباطات، مدیرهای مراقبت از بچه و کارهای بیمه و اینا فکر نکنم حالا از ایران بشه به این راحتی برای این رشته اومد دندون پزشک ها داروساز ها پرستار هایی که مدرک دانشگاهی دارن اینجا این که بدون مدرک قبول کنن معلم ها نیروی کار مدرسه و اما و اما قوانینی که قرار سه ماه دیگه تو مارس 2024 به اجرا برسه طبق این قوانین شما اگه مدرک دانشگاهی دارین یا نداری مهم نیست طبق توی حرفه که داریم مثلا نجاری دارین یا نمیدونم آشپزی دارین اگه دو سال سابقه کار داشته باشین که سابقه کار قانونی دیگه بیمه براتون رد شده اینا طبق این قانون میتونین اپلای کنین توی آلمان کار پیدا کنین و ویزا بشین بیاین اینجا نیازی به این ندارین که ثابت کنین که یه مدرک که بین نمیدونم داشته باشین ثابت کنین که شما آشپز نمیدونم خوبی هستین یا شما نجار هستین یا نمیدونم چیزی هستین نیاز به مدرک دیگه ندارین و فقط سابقه کارتون ارائه بدین و تایید بشه بیمه براتون رد شده به عنوان مثلا شما نجار بودین و همین دو سال سابقه کارتون حرفه کافیه که ویزا بشین و بیاین آلمان اما یه بندی داره این قانون میگه که شما باید اون دو سالی که برای این حرفه کار کردین یه کوالیفیکیشن داشته باشین یا مثلا یه دوره فنی و حرفه ای رو ارائه بدین که آقا من این دوره رو واقعا گذروندم یا تایید بشه اون دوره رو گذروندین که حالا به انگلیسی میشه vocational training must have lasted at least two years حالا میتونید به بقیه‌اشم بخونین شاید یه بندی من حالا جواب بیاندازم حالا زیاد متنش و اگه میخواین از این تاریخ بیان حتما اون متن رو برید کامل بخونید که تبصره هم بلد باشین شما ممکنه مثلا این به درد شما بخوره یا نه من کلیات رو میگم اما برای پرستار اما برای پرستار هم یه خبر دیگه دارم اونایی که یه دوره دو ساله پرستاری و حتی یه سال نوشته only one or two years will, will be able یعنی اونایی که حتی یه سال یا دو سال دوره پرستاری دیدن یعنی مدرک دانشگاهی لیسانس پرستاری هم ندارن فقط یه سال دو سال تو دانشگاه پرستاری خوندم و یه دوره رو گذروندم به عنوان این توی صنعت بهداشت میتونم بیان آلمان قبلا این حداقل سه سال بود یعنی حداقل شما سه سال پرستاری خونده باشین تا بتونین بیان آلمان که برای ایران لیسانس پرستاری میخواستن اونا ولی با این طبق این قانون زدی چون خیلی پرستارین نیاز دارن هم حقوق کمتری داشته باشن بلوکارت کارت میدن هم مدرک زبان کمتری میخوان به سوای و آنس نمیخوان به یک میخوان و هم که میگم الان از سه سال مینیمم سه سال تحصیلات اووردن گذاشتن یک یا دو سال که بستگی به کشوری داره که ازش اپلای میکنه احتمالاً از ایران میای فکر کنم لیسانس پرستاری رو ازتون بخوان حالا شاید هم نخواستن آها توی یکی از تبصره‌هاش نوشته که اگه توی آلمان هستید یه دوره یه ساله یا دو ساله پرستاری که آسپیلون که پرستاری میگن بگذرونید میتونید استخدام شید و کار کنید نیازی مثلا به دوره طولانی نیست یه سال میتونید اینجا دوره بگذرونید که نیازمند تا حداقل مدرک B1 ولی پیشنهاد میدم حتما به سوایو بگیری به دورو بگیرید تو ایران بعد بیاید ولی اونایی که از ایران میخوان بیان چون ما توی ایران دوره یه ساله یا دو ساله نداریم نوشته که مدرکی که تو کشور خودشون ثابت کنه ایشون پرستاره که میشه همون لیسانس پرستاری پس زیاد فرقی به اونایی که از ایران میخوان بیان نداره یه خبر خوب دیگه اینه که توی این سایت نوشته اونایی که حتی مدرک دانشگاهی ندارن و میخوان بیان ویزای جسوز کار بگیرن برای آلمان دیگه میتونن این کار رو بکنن ولی مدرک زبان باید ارائه بدن اینجا نوشته که they will need basic German skills to A1 A level or English skills at least B2 level حالا من انگلیسی آلمانی میکنم یعنی اگه میخواین دوباره جستجوی کار بیاین آلمان حتی اگه دیگه مدرک دانشگاهی ندارین تو اون حرفه‌ای که میخواین کار پیدا کنین اگه انگلیسی در حد بدو بلدین یا آلمانی در حد آیک دیگه آیک تو یه ماه میشه یاد گرفت خدایی خیلی راحته میتونید برای دوستوزی کار اپلای کنین ولی این تاریخ دقیق ننوشته از کی قرار اجرا بشه نوشته که توی 2024 -20 اون مارس نیست قوانین جز اونایی اون اون نیست که توی مارس قرار اجرا بشه و گفته فقط توی 2024 -20 قرار این قوانین به مرحله اجرایی برسه منتظر باشین دیگه اونا شما هم که مدرسه دانشگاه دانشگاه نرفتین مثلا آرایشگری نمیدونم نرد نمیدونم آشپزی نمیدونم این همه شغل خوب داریم نمیدونم سکیوریتی گاردی هر چیزی میتونی بیای تو آلمان با یه مدرک ساده به دو انگلیسی یا آیه که آلمانی دنبال کار بگردی اگه کار پیدا کنی میتونی اقامت بگیری و اینجا ببین بلو کارت نه اون بلو کارت قضیهش فرق میکنه بلو کارت باید باز دوباره اون حقوق بحث حقوق پیش میاد که چقدر باشه 33000 تا به بالا قرارداد داشته باشی آره اون موقع میتونی بلو هم بگیری حتی بدون مدرک دانشگاهی و زبان و اینا دیگه اون شرط زبانم برداشته Uh, همین اون قوانین دیگه سرتون در نمیارم تا ویدیو بعدی خداحافظ